مجتمع تربیتی آموزشی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، مفتاح پورتال.ir، شرح حکمت‌های نهج البلاغه، استاد حجت الاسلام و المسلمین، نظافت. حکمت 67. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا تستحی من اعطاء القلیل فان الهرمان اقل منه. لا تستحی از ریشه حیا که باب استفعال رفته و اصلش استحیاء هست، فعل نهیش میشه لا تستحی، یعنی حیا نکن، خجالت نکش. هرمان به معنی محروم شدن هست. ترجمهش اینه که از عطا کردن شیء اندک، از عطا کردن مقدار کم خجالت نکش، از انفاق کم خجالت نکش، زیرا محروم شدن کمتر از اون کمی است که از آن خجالت کشیدی. خب در توضیح این حکمت بعد خدمتتون عرض کنم که حیا و شرم دو نوع هست، حیا عاقلانه و حیا جاهلانه، به تعبیر روایات حیا و عقل و حیا و حمق. بنابراین شرم و حیا همیشه خوب نیست، اگر عاقلانه باشه خوبه. در روایات گفته شده کلید همه خوبی هاست، الحیاء مفتاح کل خیر. اگر جاهلانه باشه خوب نیست، موجب محرومیت می شود، مانع رزق می شه مطابق بعضی از روایات. قرن الحیاء بالهرمان، حیا گفتن که با محرومیت مقرونه، یعنی از محرومیت جدا نمی شه. یعنی هر کس حیاء بی جا دارد محروم میشه، ضرر میکنه. خب این حیاء جاهلانه مصادیقی دارد که باید از اون پرهیز کنیم. مثلا حیاء از کسب روزی حلال، کسب روزی حلال افتخاره. الکاد و نعیالهی کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که برای خانوادش به زحمت میفته تا روزی حلال کسب کنه، تا محتاج دیگران نباشه. در روایت داریم این مثل کسی که داره در راه خدا میجنگه، جهاد میکنه. ولی خب بعضی خجالت میکشن از بعضی از کارها، ممکنه بعضی از کارها در به حسب ظاهر دون شأن انسان باشد. فرض بفرمایید کسی هیچ شغلی گیرش نیاد و بعضی از شغلها در چشم دیگران پایینه، فرض بفرمایید مثل رفتگری که اینها قشر شرافتمندی هستن، زحمتکش هستن، از خیلی از افرادی که مال شبهناک به دست میارن، مال حرام به دست میارن، ازشون خیلی بیشتره، خیلی محترمن در اسلام. ولی خب حالا ممکنه یک کسی این رو دون شأن خودش بداند و نره دنبال چنین کاری، بعد محتاج دیگران بشود. این خجالت از این کار، این حیا جاهلانه است. اگر یه کاری هستش که روزی حلال توسط اون به دست میاد، سبب روزی حلاله، نباید انسان خجالت بکشه. البته شغلها دو رقمه، یه شغل موقتی انسان داره، یه شغل دائم داره. بیکاری چون بده، خدا جوان بیکار رو دوست نداره، میتونه یک کسی یک شغل موقتی داشته باشه تا اون شغل دائم مورد نظرش رو به دست بیاره. بعد انسان سبک سنگین کنه، اهم مهم کنه. مورد دیگه گفتن حیا از تعلم، خجالت بکشه انسان از یادگیری، از پرسیدن. خب اینم خوب نیست، چون ننگ جهل، چاه جهل خیلی عمیقه. باید انسان
صبر کنه بر رنج و ذلت و از شود گرفتاریایی که یادگیری ممکنه داشته باشه تا انسان از این حالت بیاد بیرون. گاهی بعضیا خجالت میکشن مسئله شرعیشون رو بپرسن و چون خجالت میکشن همیشه میمانن در جهل، بعد یه وقتی متوجه میشن که جبران سخته. فرض بفهم یه کسی حمد و سورهشو بلد نباشه یا مسئله شرعی دیگه ای رو بلد نباشه که یه وقتی میفهمه که جبران سخته. بعضیا خجالت میکشن نه بگن به دیگران، مثل کسایی که دعوت میشوند به مجلس گناه، دعوت میشوند به خود گناه، دعوت میشوند به اعتیاد که مقدمش سیگار باشه، رفاقت هایی که لغزنده هست، نمیتونن. بعضی ها خجالت میکشن. خب این حیا جاهلانه است. یکی از موارد حیا جاهلانه، حیا نسبت به کار خیره، کار خیر رو انجام نمیده، میگه این کمه. فرض بفهمید یک کسی میخواد تو خونش سفره بندازه، نمیتونه همه فامیل رو دعوت کنه، ولی دو نفر رو که میتونه دعوت کنه. نمیتونه پذیرایی سنگینی بکنه، پذیرایی مختصری که میتونه بکنه. این افرادی که کار خیر رو تأخیر میاندازن تا کار سنگین و بزرگی انجام بدن، به خاطر که از اون کم خجالت میکشن، در این روایت مذمت شده، گفتن خجالت نکشید. از این نوع حیا حضرت نهی میکنن، میگن چون موجب محرومیت از ثواب آثار انفاق میشه و اون محرومیت از اون کمی که خجالت میکشید کمتره. چطور از کمتر خجالت نمیکشد؟ این داره خودشو از ثواب محروم میکنه، از کمتر خجالت نمیکشه، از اون کم خجالت میکشه، نباید خجالت بکشه. بنابراین عقل برای همینه، عقل باید هوس‌های ما رو، خجالت‌های ما رو، هیجان‌های ما رو، همه چیز رو باید عقل مدیریت کند. انسان هیجان داره، عصبانیت داره، میل داره، آرزو داره، خیلی چیزا انسان داره که همش اگر تحت کنترل عقل در بیاد میتونه مفید و سازنده باشد. بنابراین همیشه باید اهم مهم کرد، سبک و سنگین کرد، حساب سود و زیانش رو در نظر گرفت. اون که سود بیشتری دارد، ضرر کمتری داره، اون انسان انتخاب کنه. حالا اگه یک کسی دوست داره انفاق کنه و نداره، دو راه در پیش روی او هست: یا اصلا انفاق نکنه، محروم بشه بالکل، یا فعلا همین کم رو عرض شود در راه خدا بدهد و از این کم خجالت نکشد. خب حالا ما با این نوع حیا که خیلی ها گرفتارشن چجوری مبارزه کنیم؟ یک، بدونیم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا هیچ کس رو تکلیف نمی کنه مگر به قدر وسعش. یا آیه دیگه هم داریم: من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. هر کس روزیش تنگ شد انفاق کنه از همون مقداری که خدا بهش داده. لازم نیست همه به یک اندازه انفاق کنن. همین خمس رو که قرآن مطرح کرده، یک پنجم. خب یک پنجم هزار تومن نزد خدای متعال با یک پنجم یک میلیارد شأنش، اندازش، ارزشش یکیه، یک پنجم دیگه. البته تو چشم خلق خدا، یا اگه بریم دفتر وجوهات، یک میلیارد از ساده کسی بده، خب رو خیلی تحویل میگیرن، ولی کسی که هزار تومن بده شاید خیلی تحویلش نگیرن. ولی در پیشگاه خدا نه دیگه، قراره که یک پنجم از مازاد درآمدش رو در راه خدا بدهد. اینی که سبب میشه که مستضعفان خجالت نکشن و شرمنده نباشن و پول دارا مغرور و سرمست نباشن، همینه که به اندازه خدا داراییاتو میسنجه، بعد قضاوت میکنه. مردم دنیا نه، نگاه میکنن چقدر دادی در راه خدا، نمیگن چقدر میتوانستی بدی. خدا میگه چقدر میتونستی بدی. ببینید این آیه خیلی قشنگه: لیس للانسان الا ما سعا، برای آدمی سعی میماند، تلاش. خب اون کسی که میلیاردره هزار تومن بده هیچ زوری نزده، اون کسی که مستضعفه هزار تومن میده زور داره میزنه. به اندازه‌ای که زور میزنن آدما، براشون رشد و سازندگی داره. مثل ورزش دیگه، دست تکان دادن عادی تا
سازندگی برای جسم انسان نداره. از اون موقع که تو نرمش کردن آدم خسته میشه، از اون موقع بازو تقویت میشه و بدن قوت لازم رو پیدا میکنه. به هر حال توجه داشته باشیم که خدای متعال فرموده اونایی که کم دارن از همون کم بدن قبول میشه. نکته دیگه اینه که گاهی آدما بیشتر دارن ولی آمادگی روحی ندارند. ببینید انفاق آمادگی روحی میخواد، ظرفیت میخواد، همیشه به داشتن بستگی ندارد، قدرت روحی میخواد. خود خداوند تو قرآن این مطلب رو فرموده که قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذن لامسکتم خشیت الانفاق. ای پیامبر بگو اگر شما مالک گنجینه های رحمت پروردگار بودید بازم امساک میکردید، به دیگران کمک نمیکردید. چرا؟ چون میترسید انفاق کنید. بشر اینجوریه، چون فقر محضه میترسه فقیر بشه. خب حالا اگه کسی ظرفیت انفاق نداره، پول زیادی هم داره، بازم خجالت بکشه از کم؟ نه. چرا؟ چون شروع همیشه از کمه. یعنی برای اینکه ظرفیت پیدا کنیم باید چیکار کنیم؟ خب حالا ما ظرفیت نداریم، ما مثل رسول خدا و امیرالمومنین نیستیم که هر سخاوتمند بودن. امام حسن و اشتباه میگن چند بار اموالشون رو کاملا نصف کردن. خب ما قدرت رو نداریم، اون آمادگی رو نداریم، از چیکار کنیم؟ کلن تعطیل کنیم؟ نه، باید شروع کنیم برای کسب اون آمادگی. راهش چیه؟ از کم شروع کنیم. در خطبه 23 نهج البلاغه داریم که فرمود الا لا یعدلن احدکم عن الغراب یرا به الخصاص. فرمود اگه تو نزدیکانت یک میبینی یک کسی هست که فقری دارد، به او کمک کن. حالا چه مقدار؟ فرمود از این مقدار دریغ نکن که یک مقداری رو بده که اگر نگهداری با اون نگه داشتن اون مقدار پولدار نمیشوی و اگر بدی فقیر نمیشوی. فرض کن تو بستگان ما یک کسی هست الان مشکلش 3000 تومنه، ما 3000 تومن داریم، اگر نگه داریم پولدار نمیشیم با 3000 تومن، اگر بدیم فقیر نمیشیم، پول نیاز داریم، میخواد خونه بخره مثلا. خب خونه با این 3000 تومن ها دردی دوا نمیشه، ولی او الان مشکلش حل میشه. در خطبه 23 داریم امیرالمومنین فرمود از اینجا شروع کن، این کمو از دست نده. یا یه آیه داریم تو قرآن یسالونک ماذا ينفقون قل العفو. ای پیامبر سوال میکنن چی انفاق کنن، بگو عفو. عفو بعضی ها گفتن این زیادی ها رو. همین الان اگه ما تصمیم بگیریم صرفه جویی کنیم، میدونید متاسفانه ملت پر مصرف و بد مصرفی هستیم، برخلاف اولیایمون. این مصرف بنزینمون، مصرف آبمون، خیلی در خیلی از زمینه ها ما خیلی بد جور مصرف میکنیم. اگر یکم صرفه جویی بکنیم، همین رو در راه خدا بدیم، خوبه. بازم در روایات متعدده که انفاق کمم ستایش شده. مثلا الان ماه رمضان میاد، شنیدید که اگر کسی افطاری بدهد با یه دونه خرما، گویا یک برده آزاد کرده. البته این مال کساییه که هیچ راهی ندارن برای افطاری دادن جز یک دانه خرما، ولی به هر حال گفتن اگه نمیتونه خوبه، همینم از دست نده، از بیچی بهتر هست. در روایت داریم که هر کس یک درهم رو در راه خدا بدهد 700 حسنه برای او به حساب میاد. یک درهم، همین کما جمع میشه به درد میخوره دیگه. فرض کن یک کسی تو خونش یک قلکی گذاشته و هر روز که میره یه مبلغ اندکی میندازه، خب سر ماه زیاد میشه، بعد از 6 ماه زیاد میشه، بعد یک سال زیاد میشه، یک مبلغ متنابهی میشه که میتونه مشکل یکی از گرفتار، به ویژه گرفتارایی که تو بستگان هستن، برطرف بشود. نکته 4، باید بدونیم که کمیت مهمه اما در درجه اول اهمیت نیست. یعنی حجم عمل خوبه، زیاد بشود، کمیت افزایش پیدا کنه خوبه، ولی در درجه اول اهمیت نیست.
توی دعاها داریم یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، ای خدایی که کم را میپذیرد و گناه زیاد را میبخشد، از کم من، کم من را بپذیر و از گناه زیاد من بگذر. در باز روایت داریم که اگر چیزی پذیرفته شود دیگه کم نیست و خدا کریم مهربانه. دیدی روز مادر اعضای خانواده برای مادر چیزی میگن، این بچه کوچکم که باز داداش بزرگه یه چیزی براش خریده، یه کادو گاهی، یک شونه کوچک، یه جورابه، اون هم هدیه میده. مادر اول از این بچه کوچک برای که دلش نشکنه اول از این میپذیره، اول کادو او رو باز میکنن، اول او رو تشویق میکنن. خدا کریمه دیگه، میدونه ما بنده هاش، خودش ما رو آفریده دیگه، میدونه چه خبره اوضاع، میدونه ما اهل بخل هستیم، محدودیم، ظرفیتمون کمه، پول دوستیم، جون عزیزیم، خودش میدونه دیگه، مثل بچه ایم دیگه. الان ما بچه رو درک میکنیم، باید کم کم انسان رشد بکنه. در حکمت 15 نهج البلاغه داریم لا یقل عمل مع التقوا، عمل هیچ عملی با تقوا کم نیست. یعنی کسی پول حلال به دست آورد ولو کم ارزشمنده. باز در حکمت 422 داریم افعل الخیر، کار خیر را انجام بدهید و کار خیر را کوچک نشمارید چون کمش بزرگ میشه، کوچکش بزرگ میشه، کمش زیاد میشه. خدای دیگه، مثل بذریه که انسان میکاره. نیا کنید عمل انسان ها سیر طی میکنه، هم عمل خوب هم عمل بد. ظاهرش یه غیبته، ولی اون قیامت تبدیل میشه به یه چیزای وحشتناک. ظاهرش یک لبخنده، یه سلامه، ولی روز قیامت تبدیل میشود. این که یه نکته بهتون میگم، توی قرآن داریم که روز قیامت خبر میدن به انسان که چه کرده است. یُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. علتش چیه؟ چرا خبر بدن؟ با اینکه تو آیات دیگه داریم که هر کسی عمل خودش را میبیند. اگر من عمل خودم رو میبینم چرا باید به من خبر بدن؟ چون عمل خودم رو نمیشناسم، چون عمل من سیر طی میکنه. مثل که مثلا یه دانه خرما بکاریم 20 سال دیگه نخلی رو به ما نشون بدن و ما 20 سال فاصله داشته باشیم نبینیم، خودمون تعجب میکنیم این کار ما یه میگن کار تایه. یه کسی بچهشو نبینه 20 سال دیگه ببینه، یعنی بچه تویه. عمل انسان سیر طی میکنه، بنابراین رشد میکنه عمل، از کم نباید بگذاریم. و جالب اینه که شیطان برای اینکه انسان رو از کار خیر باز بداره، اتفاقا یکی از شگرداش همینه، شیطان یکی از شگرداش همینه که میگه که این کمه، زشته، باید یه وقتی خدمت بکنی که خدمت بزرگی باشد، ارزشمند باشد. در حکمت 289 داریم، امیرالمومنین تو حکمت 289 از یک دوستی به نیکی یاد میکنن و صفاتی رو برای او میگن و میگن تو چشم من خیلی بزرگ بود. میگن یه داداشی داشتم تو چشم من خیلی بزرگ بود، صفاتی براش میگن. آخرش فرمود علیکم به هذه الخلائق، بر شما باد به این اخلاقها، به این خلقهای زیبا. فرمود با این اخلاق ملازم باشید، رقابت و چشم هم چشمی کنید برای این خلق ها. اون وقت حضرت فرمود اگر نمیتونید همشو داشته باشید، بدونید کمش بهتر از ترک همشه. اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر، کمشو از دست نده. نماز شب آنچنانی نمیتوانیم بخونیم، خب باش نماز شب ساده میخونیم. سادش چیه؟ 11 رکعت اصلا بدون سوره، مشکل نداره. زیارت جامعه کبیره میتونیم بخونیم، خب زیارت امین الله میخونیم. امین الله نمیتونیم بخونیم، میریم میگیم السلام علیکی یا علی ابن مسرزا، ما نه وقت داریم نه حال داریم، خداحافظ. خیلی ارزشمنده. زیارت های 1 دقیقه‌ای بهتر از اون اصلا هیچه. این شیطان ها میگه نه،
باید یه وقتی بری زیارت که یک فرصت متناوبی داشته باشی، نیم ساعت، یک ساعت، درست؟ نه، اینا حرفا شیطانیه. اگر بشود خوبه، ولی اگه قرار ترک کنیم، این کما خودش ارزشمنده. در حکمت 242 داریم اتق الله بعض التقا و ان قل، فرمود بعضی از تقوا رو داشته باش. همه تقوا رو با هم خوب نمیتونه آدم. اگه خواستیم دست کسی رو بگیرید، یه باره که رو سرش نریزید همه خوبی ها را. نماز ترک نشه، فعلا نماز بخون. همه چی رو با هم خوب نمیتونه، سنگ سنگین علامت نزدنه. برای عبادت داریم خادع نفسک فی العباده، در عبادت کردن سر نفستو کلا بذار، با نفست نرم برخورد کن، فشار نیار، مغلوب نکن نفست را. حالا کلا گذاشتن یعنی چی؟ یعنی اگر ماه رمضان میخوای یه جز قرآن بخونیم، یک جز نگو، یک جز بگو میخوام یک صفحه قرآن بخونم که بتونی وضو بگیری، بنشینی، باز کنی، یک صفحه بخون. اگر دیگه حال داری یک صفحه دیگه هم بخون، حال نداری ببن یه صفحه که خوبه. ولی خیلی وقتا همین یک صفحه منجر میشود به یک جز و دو جز. مثل غذا خوردنه، گاهی آدم احساس میکنه میل نداره، ولی چند لقمه که میخوره میبینه میلش اومد. معنویت هم اینجوریه ها، اول احساس میکنه انسان میل نداره، ذائقه انسان تحریک میشه ها. مثل این که یه مدت فرض کن یه کسی حمام نرفته، زورش میاد، بعد که میره میبینه چقدر خوبه. این خیلی چیزا اینجوریه ها، انسان از کم شروع کنه بعد روشن میشه ماشین معنویت انسان. ببین مثل استارت ها، استارت بزن، اگه روشن شد برو، روشن نشد خب بیا پایین. یعنی امتحان بکنید با کم. این کلا گذاشتن همینه، مطالعه هم همینجوریه ها. نگو کل کتاب میخوام بخونم، یک صفحه میخوام بخونم، بعد میبینی صفحه دومش هم حال داری، هی ذره ذره زیاد کنیم. در آیه 79 سوره توبه داریم برخلاف اولیاء خدا که ما را تشویق میکنن به همین صدقات کم، میگن خجالت نکشید، داره که منافقین به عکسشن. نگاه کنید، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم. منافقین کسی که صدقه میدن و صدقهشون کمه، اینا رو مسخره میکنن. قرآن میگه این بیچارا غیر از این چیزی دیگه نداشتن بدن. گاهی کمک هایی که زمان جنگ به رزمندگان میشد، اونجا خب نامه هم مینوشتن، مثلا یه بچه یتیمی بینی اون قلکشو شکسته، بعد نامه هم نوشته که بیشتر از این نست. یا یه وقت گفتن یک پیرزنی غذای ظهرشو نخورده، تخم مرغ رو فرستاده بود. چقدر ارزشمنده به نظر شما؟ اگه اون میلیاردرایی که کمک میکنن اگر اینقدر انفاق بکنن که دیگه هیچی نماند جز غذای ظهر، اگر اون غذای ظهر رو بدن تازه ثوابش با اون پیرزنه میشه یکی. هیچ کس ناامید نباشه، محاسبات خداوند دقیقه. اولیاء خدا ما رو به کم تشویق میکنن تا راه بیفتیم. قرآن میگه منافقین ما رو مسخره میکنن نسبت به کممون. نه، خجالت نکشیم، خجالت ها را مدیریت کنیم. و از اون طرف اونا مسخره میکنن، باز برای اینکه تحت تأثیر قرار نگیریم، در نامه 31 داریم فرمود لا تأخذ کف الله لومت لائم، در راه خدا سرزنش ها تو رو میخکوب نکن. یعنی اگه خواستی یک انفاق کمی بکنی خجالت نکش. نمیتونه انسان در ایام شادی اهل البیت یک به اصطلاح جشن مفصلی بگیره، خب یه جعبه شیرینی میگیره و هم همسایه‌هاش میده دیگه، یه شربتی که میده. به هر حال تو دام شگردای شیطان نیفتیم، بهترین شروعها از شروعهای کمه، بعد انسان آرام آرام قوت پیدا میکنه و خدای متعال بهش کمک میکنه. خب حکمت بعد
خب الان این لا تسته من اعطاء القلیل رو بحث ارتباطش با سبک زندگی همین است که ما یاد میگیریم محبت کردن به یکدیگر رو، سخاوت داشتن، سفره انداختن چقدر خوبه. در روایت داریم وقتی مهمان خونه انسان میاد اون منت دارد ولی صاحب خونه منت نداره، چون اون برکت رو میاره، گناه ها رو میبره با خودش، موجب مغفرت میشود. و خیلی وقتا ما مهمونی نمیدیم به خاطر همین خجالت ها و به خاطر که خیلی چشم همچشمی و رقابت های سنگین و این سفره ها وسیله پوز دادن شده. نه، خود این دیدن، سرکشی کردن، رفت و آمد، این ارزشمنده. پذیرایی ها باید ساده باشد. اینا گاهی شیطان میاد پذیرایی ها رو سنگین میکنه، بعد ما رو دچار مشکل